ورود نظامی روسیه به خاک سوریه واکنش ترکیه و کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا را هم به دنبال داشته. ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا که ماهاست مواضع و نیروهای داعش در سوریه را هدف قرار می‌دهد، نگران است که ورود روسیه به سوریه بیشتر به تقویت بشار اسد منجر شود تا تضعیف داعش. شپول عباسی خبرنگار سری آمریکا از ترکیه با ماست برای بررسی بیشتر. شپول، خبرهای حاکی از این است که روسیه با ورود به جنگ در سوریه به اشتباه مواضع غیر داعش رو هم هدف قرار داده، موضوعی است که از قبل آمریکا درباره اون هشدار و تذکر داده بود. آیا تو جزئیات بیشتری داری از این موضوع؟ ایمن، به نکته درست اشاره کردی. امروز جمعه در سومین روز حملات هوایی روسیه به مواضع مخالفان حکومت بشار اسد، جنگنده های روسی خواسته یا نخواسته مشخص نیست، مرکز اطلاع رسانی آمریکا متعلق به CIA رو هدف قرار دادن. در تماسی که با مقامات اطلاع رسانی روژاوا در شمال شرقی روسیه سوریه داشتم، اونها حمله به مرکز اطلاع رسانی رو تایید کردن و اونطور که اونها میگن این مرکز برای هماهنگی و سازماندهی نیروها بر اساس اطلاعات و آمار جغرافیا و نیروهای داعش در منطقه بوده. مقامات اطلاع رسانی روژاوا به صورت تلویحی به حضور نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان هم در شمال سوریه اشاره کردند. اونطور که به نظر میرسه بشار اسد به کمک ایران و حزب الله لبنان قصد داره از دو جبهه شمال و جنوب که به مواضع نیروهای مخالف بشار اسد حمله بکنن با حمایت حملات هوایی روسیه. ظاهرا گام اول تضعیف نیروهای اپوزیسیون و مخالف بشار اسد و گام دوم هم حمله زمینی به اونهاست. اما این اتفاقی که افتاده و ورود روسیه به این میدان واکنش خیلی تند ترکیه رو به همراه داشته، شپول، به نظر چرا اینقدر موضع ترکیه تند هست و چه اطلاعات بیشتری در این باره داری؟ فهیم، قبل از اینکه به موضع ترکیه اشاره بکنم، خالد خوجه رئیس ائتلاف ملی سوریه از جامعه بین الملل خواسته که از روسیه به روسیه فشار بیارن که از سوریه خارج بشه و اضافه کرده که روسیه شهروندان سوری رو هم هدف قرار میده. آقای خوجه به تعداد کشته شدگان شهروند سوری امروز اشاره کرده و تعداد اونها رو 20 نفر اعلام کرده. از طرف دیگه وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده که روسیه نیروهای نه داعش بلکه اپوزیسیون و مخالفان بشار اسد رو هم هدف قرار میده. اما این وسط ترکیه واکنش خیلی تندی رو داشتن. تمام مقامات ترکیه از نهاد ریاست جمهوری، نخست وزیری و مقامات دیگه، و امروز من در تماسی که با نهاد ریاست جمهوری داشتم از صبح تا همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم جلسات پی در پی رو برگزار میکنن و اونها شدیداً حضور روسیه در روسیه رو در سوریه محکوم کردن. دیروز هم با نورمان کورتورموش مصاحبه ای داشتم و همین موضوع رو جویا شدم. اگر موافق باشید نظر ترکیه رو هم در مورد حضور روسیه در سوریه رو ببینیم با هم. شاهد حملات هوایی و تحرکات نظامی روسیه در سوریه هستیم. واکنش ترکیه به این عمل کرده روسیه چیست؟ شبیه طبیع هنوز تایید دیلمش بلگیلر دیل اما روسیانن. اگرچه هنوز اطلاع جامع و کاملی به دست ما نرسیده، ولی می‌دانیم که هدف روسیه نه داعش بلکه ارتش آزاد سوریه است. در واقع حملات هوایی روسیه بر ضد مواضع نیروهای مخالف بشار اسد است. ما می‌گوییم این یک اشتباه است. این عمل روسیه برخلاف اهداف جامعه بین‌الملل و ائتلاف جهانی ضد داعش است. اگر خبر ادامه حضور نظامی روسیه در سوریه درست باشد، بدون شک بر بحران سوریه خواهد افزود و مشکلات دیگری پیش خواهد آمد. ما معتقدیم که دیگر نیازی به مداخله مستقیم کشورهای خارجی در سوریه نیست. کشورهای منطقه و قدرت‌های غربی و حتی جامعه بین‌الملل باید در مسیر فراهم ساختن شرایط گفتگو و مذاکره بین گروه‌های سیاسی سوریه
سوریه حرکت کنند و این باید مبنای ایجاد یک فضای دموکراتیک در سوریه باشد. این را صراحتا میگوییم که به علت پیچیدگی بحران سوریه هیچ گروه سیاسی در سوریه با جنگ به خواسته های سیاسی خود دست نخواهد یافت. گروه های تروریستی و جریان های مسلح بسیاری با پشتیبانی برخی جریان های خارجی در خاک سوریه فعالیت میکنند و این سبب ایجاد فضای ناهمگون شده است. ما میدانیم که دیگر صلح در سوریه کار آسانی نخواهد بود، اما قدم نخست در حرکت به سوی صلح در سوریه امتناع دخالت نظامی جریان‌های خارجی در این کشور است. با علم به خطرناک بودن داعش برای همه دنیا، ترکیه نیز از این قانون مستثنا نیست. پس دنیا باید در مقابل خطر داعش و دیگر گروه‌های تروریستی متحد شود. این را نیز می‌گوییم که ظهور داعش و یا دیگر گروه‌های تروریستی یک سبب نیست، بلکه نتیجه یک جریان است. 5 سال جنگ داخلی، بمباران مردم با بمب‌های سارین، نقض تمام مفاد بین‌المللی و نابود کردن تمام تاریخ و گذشته این کشور دستاورد رژیم حاکم بر سوریه است. به جرأت می شود گفت که شهر به شهر و روستا به روستاهای سوریه در حال تجزیه است و مجتمعی از گروه های مختلف سیاسی هر کدام بخشی را در اختیار گرفتند. سبب این اتفاقات چیست؟ بدون شک فشار قدرت حاکم بر مردم و دخالت های بجا و نابجای کشورهای خارجی است. امیدواریم روسیه به اشتباه خود در سوریه پی ببرد و باید بداند که هدف اصلی باید داعش و گروه های تروریستی باشد، نه حمله به مواضع ارتش آزاد سوریه. حمله به مواضع ارتش آزاد سوریه به آتش جنگ دامن خواهد زد. ما امیدواریم که روسیه برای جلوگیری از گسترش بحران سوریه به صورت عملی وارد کارزار بحران این کشور نشود.